همه انسانها، ها آدم های حسابگری هستند و بسته به این که در یک دستگاه حالا چه سیاسی، چه فکری، چه آموزشی چگونه میتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن میزنجن فضا رو و این فضا وقتی ایجاد میشه افراد سعی میکنن از همون فضا استفاده کنن برای طی کردن مراحل ترقیشون یعنی شما اگر بدونید کسی وجود داره که یک جایگاهی داره یه پایگاهی داره خیلی تملق رو دوست داره چاپلوسی رو دوست داره دوست داره همه از او تعریف کنن همه تمجید کنن و میبینید که واقعا هم وقتی نسبت به اون شخص تعریف و تمجید میشه اون شخص لذت میبره این افراد رو ترد نمیکنه به سمت خودش میکشونه خب دیگران هم یه الگوبرداری میکنن و در نهایت فضایی که بعد از گذشت مدتی پیرامون اون شخص تشکیل میشه پر است از افراد چاپلوس و متملق کسانی که هیچ وقت دوست ندارن طرف مقابلشون رو نقد بکنن حتی خطاهای او رو گوش بکنن واقعیت ها رو به او بگن این ساختار رو شما در دوران گذشته وجود داشت در دوران پهلوی دیگه به اوجش رسید اجازه بدید من دو سند رو ارائه کنم که خیلی مهمه و البته یکی از بحث هایی که شما اشاره کردید یک دیدگاهی است آقای ماروین زونیس آمده بود و نسبت به مسائل آن زمان یک در حال کارهایی انجام داده بود نظر سنجی ها و مسائل مختلفی رو بررسی کرد و بعدشون دید که بله درسته یعنی اون شخصیت های بزرگ و تراز اول دوران پهلوی چه ارتشیش چه افراد دیگر خیلی کم توشون آدم های مستقل وجود داره غالبا کسانی هستند که استبداد رو توجیه میکنن مردم رو به هیچ چی میگیرن و به نوعی سعی میکنن با تملق و چاپلوسی در اون دستگاه پیشرفت کنن آی داریوش همایون در همون کتاب دیروز و فردا که ما داریم اون رو مورد بازخانی قرار میدیم که بدانیم داستان چیست در صفحه 158 نکته جالبی میاره و این خیلی مهمه که بدونیم مهم خود اون شخص نیست مثلا اگر افرادی بگن بله شاهزاده این گونه است نه آرام آرام این تملق و چاپلوسی اشخاص رو به سمت و سوی میبره که در اون فضا قرار بگیرن این رو دقیقا آقای دکتر علی هم در جلد اول در مصاحبه که در کتاب تاریخ شفا ایران شده دقیقا ذکر میکنه یکی از مشکلات عمده که علی با شاه داشت همین مسئله بود که حالا خانم ناهیدم بهش اشاره کرد از آقای علی من به ذهنم آمد که عرض کنم جلد اول کتاب تاریخ شفایی ایران رو که 20 جلدی است جلد اولش رو مصاحبه هم هست با دوستان بخونن خیلی نکات اما ببینیم داریوش چی میگه ایشون اشاره میکنه بتسازی و اطاعت کورکورانه چهل سال پیش شاه جوان دموکرات را کم کم به شاهنشاه آریامهر و رهبر و فرمانده تبدیل کرد حالا برخی حتی خدایگان هم دیگه به ایشون گفته بودن و تعظیم را به دستبوسی و بعد پابوس پایین آورد هر سخن معمولی شاه را نشانه نبوغ ذاتی شمرد تا جایی که موضوع این همه ستایش و پرستش دیگر حاضر نبود با هم میهنانش وارد بحث جدی شود و اظهار نظر مستقل از سوی آنان را نشانه گستاخی می مورد در صفحه 158 ذکر می آی هوشنگ نهاوندی هم در یکی از این بحث ها سراغی از بحث اون بحث آبادان شد و حالا ما این کتاب ها رو بعدا خواهیم خواهند برای عزیزان که دقیقا شب 28 مرداد حادثه سینما رکس آبادان رخ داد نزدیک 6700 نفر کودک و زن و مرد و افراد مختلف در اون سینما سوختن ملکه مادر جشنی و ترتیب داده بود به خاطر پیروزی 28 مرداد آقایون رو درباریان نشستن آتشبازی هم را انداختن به خوشی و میمنت و اینها گذراندن انگار نه انگار که آقا ما یه جشن به خاطر این سوختن مردم تعطیل بکنیم ازای عمومی اعلام بکنیم اون شب جشن برگزار شد تا اینکه فر... فرداش فهمیدن که اشتباه کردن نباید این کارو میکردن اما دیگه خوب خبرش دیگه بگوشه مردم رسیده بود اون آتش بازیار دیده بودن و اینها و بعد اون داستان سینما رکس حالا ایشون میگه تو اون جلسه آیه هویدا اومد یه سخنرانی کرد دقت کنی. هویدا 13 سال نخست وزیر بود بعد از اون شد وزیر دربار میخوام نشان بدم که چگونه در این دستگاه مجیزگو افرادی که مستقل باشن چند ماه هم نمیتونن کار کنن اما افرادی که مستقل نیستن اهل چاپلوسی و تملق هستن 13 سال هم رئیس دربار و نخست وزیر و مشاغل دیگر رو میکرد خب حالا ایشون چی میگه آقای هوشنگ نواوندی میگه هویدا وزیر دربار سخنرانی مجیزامیز کرد بعد ادامه میده که سخنرانی او رو میاره بعد میگه البته و قطعا او به یک واژه از اینها که گفته بود باور نداشت اما عادت کرده بود مجیز بگوید این روشن فکر هوشمند به خاطر بازی سیاسی به بزرگترین تملقگوی شاهنشاهی ایران تبدیل شده بود در صفحه 145 کتاب آخرین شاهنشاه خب دقت بفرمایید دوستان آخرین روزهای آقای طبیعی است وقتی شما در کنار این اشخاص کسانی رو ببینید که چهرهای واقعا مستقل هستند واقعا به دموکراسی باور دارن آدم های استخانداری هستن کمتر احساس خطر می ولی وقتی هر لش و لوشی هر تخت ای هر مجیزگویی رو دورور خودتون جمع می شما باید احساس خطر بکنید من دو شبه پیش عرض کردم اون آقای امیر تاهری که ایشون قرار بود این آقا رو ببره تو اون شورا و حالا این داستان ها مطرح شد حالا جدا از این که مهم میگه فلانی اصلا ارزشی نداره یا فلان منشور اصلا اعتباری نداره حالا چه جوری می‌خواد اون بشه خودش یه بحث اما ایشون محمد اشاره میکرد که بله من در اون زمان که حالا مسئول روزنامه بود دیگه اشتباه کردم اگر پوتین علا حضرت رو هم نمیلیسیدم شما دقت کنید یعنی شخص لبه گوره اما هنوز هم در فرهنگ فکری و سیاسیش پوتین بوسی و پوتین لیسی وجود داره و فکر میکنه از این طریق میتونه نزدیک بشه به این شخص و این مشکل بزرگی است در امر سیاست نظام فکری و سیاسی که فقط میخواد مجیزگویان رو دور خودش جمع بکنه خب طبیعیه با اونها کار کردن برای خیلی از این افراد آسونه راحت رو کسی ات... به اونها کاری نداره یه لحظه من اگر اجازه بدید از آقای علی امینی من دیشب مشغول یادداشت برداری بودم از سه چهار تا کتاب یه نکتی آقای علی امینی میگه خیلی نکتی جالبی است خب اجازه من این بخش رو بخونم از, از جلد اول کتاب تاریخ شفای ایران این بخشش خیلی مهمه ببین آیا علی امینی خب یک شخصیت مستقل و یک آدمی بود که شاه هم چندان با او مراوده خوبی نداشت به مدتی کوتاه هم نخست وزیر بود ایشون میگه در همان نخست وزیری من میگفت یعنی شاه فلان کس یعنی به آیا امینی داشت میگفت من یا باید حکومت کنم یا میرم حالا پرسش کرد سوال کنند از آقای امینی میپرسه کی میگفتند آقای امینی میگه که خود شاه گفت یا باید حکومت کنم یا میرم جلوی خود من گفتم آره هر وقت حکومت کردید میروید یعنی شما اگر اون پادشاه مشروطه هستی بیای حکومت بکنی دیگه انقلاب خواهد شد دیگه به راحتی میری بعد سوال کننده میپرسه که استدلالش چی بود امینی میگه نمیگفت که نمیتوانست راحت بنشینه که من شاه انگلیس و شاه سوئد و اینها نیستم در حقیقت آن نخست وزیر باید مجری حرفای اون باشه من آن وقت هم که وزیر هم بودم نمی کردم حالا چه برسه به نخست وزیر گفتم آقا این صلاح مملکت نیست بعد ادامه میده که از چه تاریخ این کارو میکرد بعد ایشون میگفتش که از زمان علم و اعلا بعد ادامه میده در مورد آقای هویدا و دیگران هم میاره اینها م... داره میگه که نخست وزیرها در واقع نگاهشون این بود اینها منشیان هویدای بدبخت هم میگفت تایید هم میکردن که ما اجرای امر میکنیم نخست وزیر کیست وزیر کیست مجلس کیه خود یک نفر است شاه یعنی برای نوقا استقلال شخصیت افراد خطرناکه نمیپذیره اونها رو خب حالا دارم میگم آقای امینی رو که جالبی میگه میگه اگر میگفتند دکتر امینی افتاده به قماربازی و ایاشی و این ترتیبات به کلی راحت میشد یعنی شاه خیالش راحت میشد که بگن امینی افتاده قمارباز شده ایاش شده فلان شده چرا آن کسی که داخل سیاست باشه یا فهم سیاسی داشته باشه این باهاش مخالف بود یعنی شاه والله میگفت دیگه فساد آقا چیز مهمی نیست همه جا فساد هست بخورن بنوشن اما داخل سیاست نشون که با من به اصطلاح به رقابت رو به رو نشن. نتیجه یک چنین تفکری همینه دیگه مردم نقشی ندارن ایشون وزرا رو هم تحویل نمیگیره نخست وزیر رو هم به حساب نمیاره مجلس رو هم کنار میزنه میخواد به مردم احترام بذارن یعنی شما مطمئن باشید دوستان کسی روز اول آمد گفت مردم نمیفهمن بدونید بعدا هم اشاره میکنه که خب مجلس هم نمیفهمه تو مجلس نمایندگان انتخابی همین مردم هم دیگه وقتی مردم نفهمن طبیعی است کسانی هم که انتخاب میکنن حاصل نفهمی اوناست پس اونها مال تحمل نیستن حالا از دل اونها میخواد شما نخست وزیر بیرون بیاری خب بله او هم نمیفهمه میخواد قانون تصویب کنی خب مشخص او هم نمیفهمه نتیجهش این میشه که فقط من میفهمم نه مردم میفهمن نه نماینده های مجلس میفهمن نه نخست وزیر میفهمه تالی خطر اون ندیدن مردم و نفی دموکراسی میشود همین حکومت استبدادی که یه آقایی از همه بیشتر میفهمه بعد آقای امینی میاره پروژه رو ذکر میکنه که دقیقا آقای داریش همایون قبلا ذکر کرده بود من خوندم تا آقای داریش همایون میگفت هر کسی یه پرونده بغلش میگیره شرفیاب میشه میگه اعلی این کار انجام بدیم ایشون میگفت که بله امضا میکرد بودجه بهش اختصاص میدادن کارهای دیگه میکردن چند وقت بعد دوباره یکی دیگه میومد یه حرفی میزن حالا آیا همینی چند نمونه رو مثال میزنه در صفحه 236 همون جلد اول یه جمله جالبی داره میگه حالا شاه مملکت آقا شما تو کار قند و شکر چی کار دارید آقا بذارید بالاخره یک هیئتی بنشینه اینها حساب بکنن ببین آقا این کار درسته نیست چیکار باید بکنیم تو کار قند و شکر آقا دخالت میکنه من عرض کردم میخواستن یک برجی بسازن به نام شهستان و مهستان آقا دستور داد که این چند طبقه باشه ارتش داشت شما میدونید شما شاه دانشکده افسری رفته بود در ایران یک سال درس خوانده بود و اینها شد بود ستوان دوم درجه بالایی هم نداشت حالا اون مدال هایی که بهش آویزون میکردند یه بحث دیگریست بعد خورش به به تمسخر حالا جای شوخی میکرد میگفت میگفت من یه هستم که رئیس ارتشم در همه امور خب نظر میداد به همین دلیله که حالا دوستی اشاره کردن پیشتر من نخواستم وارد بشم که چریک های لب... لیبی فلسطین و اینها آمدن به مملکت بله درسته اما یک زمینه های هم وجود داشت شما یک ارتش 600-700 هزار نفری داشتی پس چند تا چریک بر نیامدن میدونید چرا؟ چون اون ارتش به ظاهر یک ارتش بود تمام سرانش با هم مشکل داشتن با هم کار نمی کردن. نسبت به همدیگه سوء زن داشتن چون شاه اونا رو اینجوری تربیت کرده بود چون می ترسید. از ارتش می ترسید که نکنه کودتا بکنه نکنه اون رو کنار بندازه بسیاری از این سران ارتش به شکل خصوصی شاه رو می دیدن. با هم ارتباط نداشتن بعدن هم نتونستن متحد بشن وگرنه چند تا گروه فلسطینی و ل... لیبیایی و اینها و به همراه اون افرادی دیگر چگونه میتونستن دست به این اختشاشات بزنن و ارتش رو شما میبینید فرمان متناقض عدم همکاری بعدش اعلامیه بیطرفی یعنی مهمترین بخشی که خود این آقا روش نظارت کامل داشت البته بر بقیه جهان نظارت داشت ولی نظارت کامل داشت و بهش مینازی قائم به شخص بود با رفتن این آقا کلش فرو باشه آیا این نباید ما رو به فکر وادار بکنه دوستان میگن شاه سرکوب نکرد کاملا درسته روحیات او به سرکوب نمیخورد اما اگر میخواست بکنه نمیتونست چون ابزارهای سرکوب هم خیلی مهمه اراده سرکوب در کنارش هم اهمیت داره وقتی ما نظام قائم به شخص داریم باید منتظر تملق باشی منتظر چاپلوسی ها باشی دیگه در درون اون نظام دو تا افراد استخوندار به وجود نمیاد آیا علی امینی خیلی نکته جالبی میگه حالا چون جلوی من هست مطالبشون من عرض میکنم ایشون میگه آقا شما برید به شخصیت های قدرتمند زمان رضا شاه نگاه بکنید از داور بگیرید قوام بگیرید مصدق بگیرید و همینطور بیاید پایین تر پیرنیا و مشیر و دوله ها و افراد مختلف میگه اینا همه رجال قاجاری هن. اینا همه رجال قاجاری هن. که رضا رو نگه میدارن و البته خب رضا از اون استفاده کرد این درایت رو حداقل رضا داشت که آقا من بی سوادم من این کاره نیستم تنهایی نمیتونم این مملکت رو اداره بکنم مصدق رو واسه یه جایی میخوام علی اکبر داور رو واسه یه جایی میخوام محمد علی فروغی رو واسه یه جایی میخوام همین رو جمع کرد در کنار هم دیگه چون میدونست باید اینگونه اداره بکنه مملکت رو اما رفته رفته چه شد ما دانشگاه داشتیم مدرسه ایجاد شد فلان شد اما یه رجل سیاسی در تونستیم درست کنیم اگر هم شدن گذاشتن رفتن نتونستن تو اون مملکت باشن چون نیاز داره شما تملق بگی اینجاست که آقای داروش همایون وقتی میگه در دوران محمد رضا شاه کمیت بر کیفیت میچربید همینه شما میگه آقا بفهم بفهم پنج میلیون مثلا دانشجو داریم اما از دل اونا پنج نفر آدم درستایی بیرون نمیاد چون نظام آموزشی معیوبه بی کیفیته. از پنج میلیون دانشجو شما پنج تا آدم درستایی نمیتونی بیرون بیاری آرام آرام پیرامونه محمد رضا پهلوی خالی شد نه درایت پدر رو داشت و نه تحمل نقد رو داشت رضا شام نداشت تحمل نقد رو و همین دلیل برخی کنار گذاشت و کار دیگه کرد ولی در دوران محمد رضا دیگه آرام آرام این فرهنگ سیاسی تملق جایگزین میشه همه کارا رو من کردم همه چیز مال منه هیچکس کس نقشی اتفاقا اگر شما به دوران رضا شاه برید میبینید دادگستری رو کی ساخته ارتش رو کی ساخته گروه های مختلف در حوزه های علوم رو کی ساخته کی پیشنهاده رفت مگه شما پیشنهاد رفتن به اروپا از زمان رضا شاه بود نه از زمان ناصرالدین شاه و افراد مختلف مگه نوسازی ارتش رو رضا شاه انجام داد نه خیر از زمان عباس میرزا آغاز شد همجوری ادامه پیدا کرد محدود کردن پادشاه مگه زمان رضا شاه بود قانون داشتن همین زمانش قاجاره همون دورانی که پهلوی ها دارن سیاه نماییش میکنن صد البته اون دوران قاجار هم بدی های زیادی داشت اما خوبی های هم داشت نشانش همین افراد بزرگی بود که تحویل داد خود رضا شاه رضا شاه مگه دوران پهلوی تربیت شده بود نه تربیت شدگان دوران پهلوی رو برید ببینید اسدالله علم مثلا با اون تملق و چاپلوسی و حالا باز علم دوستات مطلب خوبم میگفت به شاه تو خاطراتش هست ولی هر چی که جلوتر میایید میبینید متملقین چاپلوسان افراد بی شخصیت همه دور بر این آقا نظامی که در اون شایسته سالاری وجود نداره پس باید پرهیز بکنیم اینه که صحبت ما بر روی دموکراسی است فرصت برابر برای همه افرادی که بتونن با شایستگی بالاترین مدارج سیاسی کشور رو به عهده بگیرن لیاقت داری بفر اما اینکه من خونم اینجوریه و به اون یکی وصلم و مامان و بابام تو شب مقدسی با هم زفاف کردن و این داستان ها محلی از اعراب نداره جلوی این نوع فرهنگ باید ایستاد ما ضربه خورده همین چاپوسی ها هستیم دو نفر نبودن که به این آقا واقعیت ها رو بگن حالا به مرور زمان ما در این بحثا بیشتر به خواهیم پرداخت و همین دلیله که من میگم نیاز هست ما یه بازشناسی انجام بدیم دوباره به دامان یه آقایی نیفتیم که او رو عقل کل بدونیم و بگیم او هر کاری میکنه درسته شما در همین فضا در این چرمه نگاه بکنید هر کاری اون آقا کرده هیچکس کس بهش نقد نکرد وکالت گرفت درسته بیرون اومد درسته منشور نوشت درسته اسرائیل رفت درسته امریکا رفت درسته با سپاه صحبت میکنه درسته فردا با خامنی هم بیعت کنه درسته یه حکمتی داره ماها ها نمیفهمیم هیچ نقدی برایشون نیست این فرهنگ فرهنگ خطرناکه